افسانه اسماعیلی هستم، متولد 78 در اصفهان به دنیا اومدم و 4 سالگی مهاجرت کردیم به افغانستان، شهر هرات. تا کلاس 8 افغانستان بودم و از اونجایی که تا کلاس 3 مدرسه خصوصی بودیم که همه چی اوکی بود، دخترها همه درست صحبت میکردن، هیچ کس به کسی دیگه آسیبی نمیرسون، آسیب از این بابت که این دوای صورت نمیگرفت، معلم ها مواظب بودن. اما از کلاس 4 تا 8 که مدرسه دولتی رفتم، یه جو این که شیعه و سنی زیاد بود، جو این که باید پرخاشگری کنی تا که دوست پیدا کنی، تا که به توجه قائل بشن، تا اینکه بتونی از حق خودت دفاع کنی. مثلا اعتماد به نفس گرفتم، با همین بزرگ شده بودم و میگفتم نه، من حتما از این مدرسه برم بیرون، دیگه مطمئنا یک مهندس خوب میشم، چون دوست داشتم مهندس بشم. که مهاجرت کردیم سمت ایران و دیگه تمام اون آرزوها، تمام اون آرمانهایی که برای خودم میدیدم، برنامه‌ها یهو به هم ریخت. اواخر مهر شده بود که رسیدیم تهران و اواخر مهر دخترای مدرسه رو میدیدم با حسرت نگاهشون میکردم، یعنی انقدر با حسرت نگاهشون میکردم که یعنی بغض میگرفت که اینا چقدر خوب دارن میرن مدرسه، اما من مدرسه نمیرم. یعنی خیلی علاقه داشتم به مدرسه، در صورتی که تو افغانستان هم کلی به هم انرژی داده بودن که تو این دخترتون لایقه. حالا واژه لایق تو افغانستان خیلی استفاده میشه، یعنی زرنگ به تمام معنا، دخترتون لایقه، این دخترتون آینده داره، پیگیر آیندهش باشین. اما موقعی که اومدیم ایران، یعنی افسرده شده بودم، یعنی جوری بود که هفته ها از خونه نمیرفتم بیرون. خادم پیگیر شد، گفت که نه، اینجا مدرسه خودگردان هست، بریم ببینیم. که من نیومدم، البته اینو بگم، مادرم و خالم اومدن مدرسه فرهنگ و گفتن در مورد کلاس 8 گفتن نه، کلاس 8 نداری. مدرسه آل احمد هست طرف شوش، اونجا گفتم یکی از فامیلای خیلی دورمون اونجا معلم بود، یه روز رفتیم خونه ایشون، آره آدرس اونجا رو داد، گفت که یه روز با هم بیاین بریم مدرسه رو ببینیم. بود من چون که از بچگی توی مدرسه خوب، بعدش یه مدرسه دولتی خیلی بزرگ، الان اومده بودم توی مدرسه که خونه بوده، اونو مدرسه کرده بودن، بچه هایی که اصلا فرم تنشون نبود، سنهایی که بالا پایین بود، هم کلاسیم یه پسر 20 ساله بود، خودم این دختر 15 ساله. اما نکته مثبتی که توی مدرسه خودگردان میبینم با این که خیلی اذیت میشن از طرف خیلی جاها، با این که اونجور حمایتی نمیشه، اما هستن برای جوانهایی که، برای بچه هایی که امید ندارن برن مدرسه دولتی. تو اون دورانی بود که من احساس ناامیدی میکردم و میگفتم که خب، چون که هنوز جواب دانشگاه به دست نیاورده بودم و هیچ جوابی نداشتم، اما یه احساس ناامیدی هم بود که گفتم اگر نشه چی؟ چون بعد اینکه کنکور رو دادم یه اگر نشه پیدا شد تو وجودم که اگر نشه چی حال کنم؟ اگر نشه من که نمیتونم برم کارگاه خیاطی، من از خیاطی بدم میاد، از کارهای دستی بدم، اگر نشه من به بقیه چی بگم؟ اگر نشه مثلا دوستام چی میگن؟ هی قضاوت‌های بقیه بیشتر بود تو ذهنم که فلانی چی میگه. دیگه به این نتیجه رسیدیم که مدرسه میتونه یه دریچه امید باشه برای من که میتونم اونجا معلم بشم. از اون آشنامون فقط چیز کرد، یه یاد کرد که همونجا هست، آدرس دقیقش هم داد و دیگه من گفتم خوبه، این برنامه‌مه. تا که یکی از آشنایانمون، دوست آقای موسوی هست، ایشون شماره آقای موسوی به هم دادن، گفت که آره فراخوان داده، مدرسه‌شه، اینا زنگ بزنید. زنگ زدم و صدای آقای موسوی که لهجه کابولی داشتن، گفت من دیگه قشنگ تو ذهنم آقای موسوی تصویر، یه آقای کوچلواری که کابولی هم هست، فرهنگ میاد ارزش قائل میشه برای وقت آدم ها و مثلا اینجور دوره تربیت معلم ما داریم، باید اطمینان حاصل کنن که وقتی یکی انتخاب میکنن برای معلمی، این باید یه آموزشی دیده باشه. و این دوره دیگه الان برمیگردیم به اون که دانشگاه هم منو جواب کرد. یک هفته حالم بد بود، افسرده بودم، داشتم با دوستم با این کلاس رو اومده بودم داشتم با دوستم تصویری صحبت میکردم از افغانستان، میگفتم آره دانشگاه هم نشد، اونم داشت من دلداری میداد، آره اشکال نداره فلانه، که تلفن خونه زنگ خورد. بعد تلفن خونه که زنگ خورد، برداشتن، گفت که نظری هستم از مدرسه فرهنگ. با منم سوال مدرسه فرهنگ، گفتم آره، گفت که
خانم اسماعیلی شما برای روز نمیدونم شنبه بود فکر کنم، روز شنبه بیایید مدرسه. اما تجربه به دست آوردم از بچه های کلاسم، بخشیدن رو یاد گرفتم، از اینکه همدیگر پذیری رو یاد گرفتم، فهمیدم که اون تعصبات قومی نژادی توی بچه ها اصلا نیست. تا که خانواده نقش نداشته باشه، بچه اصلا میتونه کنار یه کسی که از قوم خودش نیست خیلی راحت صمیمی بگه بخنده، اصلا به هیچ به اینا فکر نکنه شیعه سنیه از کدوم قومه. از بچه ها همینا رو یاد گرفتم. از همه قومیت ها بود، فقط پشتو نداشتم، اما از همه قومیت از قومیت های دیگه بود. آقای موسوی هر روز صبح یعنی بعضی از این صبح ها میبودن سر صف و بچه ها صحبت میکردن، در مورد خواهر برادرها صحبت میگن که چقدر خواهر برادرها میتونن با هم دیگه صمیمی باشن، چون که مصطفی و خاطره، یه خواهر برادر مصطفی کلاس اولی بود، خاطره کلاس دومی، این دوتا خواهر برادر تی مسیر دستای همدیگه هم میگرفتن، اونا رو میمونن که یه روز آقای موسوی از این دوتا قدردانی کردن که شما چقدر خوب خواهر برادر، یکی جلو نمیره یکی عقب نیست، با همدیگه میایم وارد مدرسه میشیم. کلاس بلندخانی رفتیم از طرف مدرسه و اون کلاس توی اون کلاس بهمون یاد دادن که چجوری مثلا کتابو بخونیم، مثلا این کتاب که هست که مثلا چجوری کتابو نگه داریم، متنش رو بخونیم، شناسنامه کتابو معرفی کنیم، شناسنامه کتاب برای بچه‌ها معرفی کنیم و اینکه چجوری کتابو دستمون بگیریم، یه جور بگیریم که خودمونم معلوم بشیم و متن کتابم جوری باشه که خودمون بخونیم و بلند بگیم که بچه‌ها تصویر رو ببینن. و این آقا من سر بچه ها خیلی امتحان کردم و بچه ها خیلی خوششون میومد. یعنی یه روزایی میشد که میگفتن خانم برامون کتاب بخون، مثلا یه روب زنگ آخر مونده بود که تعطیل بشن، بچه ها میگفتن خانم برامون کتاب بخون و من در صورت گلوم هم درد میکرد، اما از شوقی که مثلا با عشق میشستن گوش میدادن نگاه میکردن، بعد اینکه کتاب میخونن میگفتن خب چی یاد گرفتین، چی نظرتون رو جلب کرد. اواسط سال شده بود برای من یک کتاب آورد، مثلا بدون اینکه مثلا مقدمه داشته باشه اینا، یک کتاب و خودش قبلها هدیه گرفته بود پارسال، اما اونو به من گفت خانم برای تو دیگه، بدون هیچ نه مقدمه ای نه اینکه برای چی هست، فقط آورد گذاشت گفت خانم این برای توه دیگه. اون فهمیدم که نه، این فهمیده که مثلا کتاب چقدر ارزشمنده که اون کتابی که خودش پارسال هدیه گرفته اون آورد به من هدیه، که اون برای من خیلی ارزشمند بود. مسئول کتابخونه کلاس داشتیم، یه دوتا دخترش بودن که دوتا از دانش آموزا که مواظبت میکردن از کتابخونه که مثلا چه کتابی هست چه کتابی دست کیه، که میدیدم خیلی خوب بچه ها مدیریت میکردن و به همدیگه میگفتن خب فلان کتاب بردی سری بیار که من میخوام بخونم. تقریبا میتونم بگم 80% مثلا یه بچه ها رو که تو زنگ آزاد میدیدین همه بلا استثنا کتاب دستشون بود، به غیر از 2-3 نفر که مثلا سرشون روی میز بود یا که داشتن مشق مینوشتن، که هرچقدر بهشون گفتن مشق تو خونه بنویسید حالا یا بیشتر کتاب بخونید یا که نقاشی میکشیدن، مثلا همه هم مثلا اینجوری نمیگم که کتاب خونویه، اما 80% کتاب دستشون بود. قراره کانال شعری زده بشه، آره کانال شعری زده بشه، شعرهایی که توشون نودوستی باشه، زیبایی های دنیا باشه، حیوانات، دوستی با حیوانات، گیاهان یا دوستی با هم نو باشه، صلح، در مورد اینها شعرهای انتخاب بشه و تو اون کانال گذاشته بشه و اون کانال رو بچه ها قرار عضو بشن و اون شعرها رو حفظ کنن و همجور که شعرها رو حفظ میکنن از خودشون یه فیلم بگیرن و برای ما بفرستن و برای شما جایزه در نظر گرفتیم که هم یه اشتیاق، اون جایزه هم یه اشتیاق ایجاد کنه و همین که بچه اون شعرها رو حفظ کنن. و چون که قبلن هم کلاس شاهنامه خوانی توی مدرسه بوده، بچه ها می دیدم که یک دانش آموز کلاس اولی خیلی خوب شاهنامه رو یه بندای خیلی بلندش رو حفظ شده و خیلی خوب هم داره می خونه، و از این می دونیم که بچه ها سریع با شعر با داستان ها سریع ارتباط برقرار می کنن.